سرخط خبرها بازداشت یک مقام بلندپایه ریاست ترافیک به اتهام رشوه ستانی حاضر بود که زمانت هزار سر و صفحه تحقیق حاضر شود اما چه کسی برای رهایی او زمانت شده است اظهارات جنجالی کاکای رئیس جمهور غنی در امریکا تاجکستان سفیر افغانستان را در دوشنبه احزار کرد رئیس جمهور افغانستان به عنوان شخص اول مملکت در قبول قبال بیشتر مسئول شمرده می شود تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی در پیوند به مضمون ثقافت اسلامی بحث ترویج افراطیت چقدر جدی است فقط یک کتاب و یک کریکولم چاپ شده که به افغانستان تمام عناوین تمام موضوعات شامل امو فهرست باشه و در گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در سن 82 سالگی بنام خود سلام بر شما و مجموعه خبری ساعت دست از تلویزیون یک خوش آمدید من رو من استم آمر ثبت و سایت ریاست ترافیک هنگام گرفتن رشوه بازداشت شده اما او پس از مدت از دادستانی رها و دوباره به وظیفهش برگشته است دادستانی کل میگوید پرونده این فرد زیر بررسی است اما خودش با زمانت رها شده است گفته های وجود دارد که این مقام پلیس ترافیک به سفارش یکی از وزیران دوران حاکمیت حامد کرزی رها شده است تمیم شهیر گزارش میدهد ویدیوهای در اختیار تلویزیونی قرار گرفته که نشان میدهد سمونوال زبیحلا نوری مسئول ثبت وسایط ریاست ترافیک هنگام گرفتن رشوه از سوی کارمندان استخبارات و وزارت امور داخله بازداشت می شود. ما کار خودم بود از از جیبش بیرون می کنند ذره ذره بررسی می شود. به شمول تمامی پول هایش ظاهرا این مقام پلیس 5000 افغانی رشوه گرفته است اما از نزد 600 دلار آمریکایی نیز به دست می آید نه روز پیش وی به اتهام رشوه بازداشت شده بود اما دوشنبه هفته گذشته دوباره رها گردیده است آن هم گفته می شود با واسطه یکی از وزیران پیشین کابینه رئیس جمهور کرزی دادستانی کل می گوید عامل ثبت وسایط ریاست ترافیک بعض زمانت معتبر رها شده است تحت رسید سالانگی قرار میگیره از اینکه که موجود اصل از جرم یک مبلغ ناچی اندک هست و دومی آدم حاضر بود که زمانت هزار سر بتا و صفحه تحقیق حاضر شود به اساس حیات تحقیق مطابق احکام قانون لازم دیدن که این شخص در بدل یک زمانت معتبر قابل هزار آینده ها و در قسمت دوسیشان تحقیقشان انجام بخواد تصمیم قانونی اتخاذ میکن بررسی های ابتدایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می دهد که میزان فساد در نهادهای دولتی بوجه در ریاست ترافیک کابل افزای یافته و به یک فرهنگ مبدل شده است. قانون استراتژی مبارزه با فساد مطابق نهایی نشده. اینی یا تمامش باعث شد که خود تمام کسایی که در این نهادها بودن یعنی با جراتر رشوه بگیرن با جرات بیشتر برن فساد کنن هم در قراردادها و هم در اینکه مسائل مثل ریاست ترافیکی اینا که رشوه ستانی و اخذ رشوه به یک فرهنگ تبدیل شده مثل کینو مثلا اگر از روی سرک از موتروانا با صد افغانی و 50 افغانی شروع میشه و تا رشبت های کلان که شما میرین به خاطر جواز سیر و لایسنس تمام از وجود داره باشنده های شهر کابل به ویژه رانندگان از پلیس ترافیک بیشتر شکایت دارند شکایت از رشوستانی این نهاد میگویند نباید مقام های فاسد بدون مجازات رها شوند پیسی ورنه که کل شرایه که تا پریدی، ترافیک دو پیسی ورکوی، بیا تا پریگیدی که پیسی ورنه که ندی پریگیدی. میری میگینی کار و مکار میگه سو و دگه سو بیا و ایتو گو اگر نیه که پیسی بودی چیزی خلاص میکنه برد. آمر ثبت وسایت ریاست ترافیک در نخست سازر شد با ما گفتگو کند. اما پس از آن که من و همکارم به دفترش رسیدیم و نزدیک به کنیم ساعت انتظار کشیدیم از گفتگو با ورزید و حتی به دفتر خودش حضور نیافت سفیر افغانستان در تاجیکستان در پیوان به اظهارات اخیر قیوم کوچی سفیر افغانستان در روسیه احضار شده است. وزارت خارجه تاجیکستان در نامه از حکومت افغانستان خواسته است که گفته های سفیر افغانستان در روسیه در پیوند به تاجکستان را بررسی و در این مورد اقدام جدی کند. قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور غنی، سه هفته پیش در یک گفتگوی تلویزیونی تاجکستان را یک کشور بیهویت خوانده و رهبران آن را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. بشیر احمد خاصنی گزارش می‌دهد. مواد درسی و برنامه آموزشی مضمون ثقافت اسلامی در سراسر افغانستان تغییر میکند. وزارت تحصیلات عالی میگوید بررسی های کمیسیون توضیف شده نشان میدهد که در این مضمون بحث های افراطیت به گونه خیلی تن وجود نداشته است. در همین حال شماری از کسانی که از شیوه تدریس استادان ثقافت اسلامی انتخاب میکنند تاکید دارند که این کار وزارت نمیتواند جلو افراطیت را بگیرد. تارخ ساخت. آیا با تغییر مواد درسی مضمون ثقافت اسلامی می شود جلوه ترویج افراطیت را گرفت؟ در پی انتقادها از ترویج افرادگرایی از سوی شماری از استادان ثقافت اسلامی در دانشگاه ها وزارت تحصیلات عالی کمیسیونی را در این مورد موظف ساخت. حالا این وزارت می گوید یافته های کمیسیون نشان می دهد که در مضمون های ثقافت اسلامی آنقدر مشکل جدی ترویج افراطیت وجود نداشت که رسانه ای شده بود. یعنی اتون موضوعاتی که بسیار کلان نوان شده یا مثلا بسیار رسانهی و مطبوعاتی شد به این شکل نبوده موضوعات در هر مضمون میشه که یک ابهام و اشکال وجود داشته باشه با این هم این وزارت تاکید دارد که تصمیم گرفته تا مواد درسی و برنامه آموزشی مضمون ثقافت اسلامی در تمام دانشگاه های کشور تغییر کند کمیسیونی که, که توضیف شده آل کوشش شما در این مضمون کرد فقط یک کتاب و یک کریکولم چاپ شود که به سراسر افغانستان تمام عناوین تمام موضوعات شامل همون فهرست باشه که ما باید از او دیگه چی نشیم دور نشیم چون چیز پذیرفته شده است این هم بحثش نهایی شده کتاب ها جمعوری شده حالا این تصمیم با استقبال برخی از دانشجویان روبرو شده است این بسیار کارینیک است و مسار... مسار... خدا می <ميكاره> کوم وزارت تحصیلاتو ډیر ښه بودا په خاطر چې ای جلاوی از استادوی راکه سربخوت کار میکنن اګهرفته من په کار ویار کوه افتخار کو چې من باید دا کار تطبیق او وته مالی شي دا کار اما در این میان گفته های هم وجود دارد که تنها با تغییر مواد درسی نمی شود جلو افرادگرایی در دانشگاه ها را گرفت با این کار که اگر بخواد کتاب هم جور کنه نمی تنه جلو افرادیت را بگیره چون در بیانی از اونها آمده که این بسیار مشکلی ضعیف است وقتی که دهان و فتوا دهان و تکفیر در هر متن وجود دارد از نظر وزارت تحصیلات و مشکل ضعیف وزارت تحصیلات هیچ چیز را حل کرده نمیتند. بحث ترویج افراتیت از سوی شماری از استادان مضمون ثقافت در دانشگاه های کشور برای نخستین بار از سوی حفیظ منصور در مجلس نمایندگان مطرح شد که با موافقت و مخالفت های زیادی روبرو شد حالا باید انتظار کشید که آیا تغییر مواد مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه ها می تواند جلوی این مشکل را بگیرد یا خیر فرار از افغانستان در یکی دو سال پسین به یک چالش جدی در جامعه مبدل شده است این روند هنوز هم ادامه دارد به تازگی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در آلمان درخواست پناهندگی داده است او به یک سفر رسمی رفته بود اما برنگشت حالا حکومت در تلاش است کبیر دادرس را برگرداند نرگس هورخش با جزئیات بیشتر یکی از مسئولیت‌هایش این بود که این پیکرهای بودا را در پایتخت سارک زیر نظر داشته باشد و فعالیتهای فرهنگی را در بامیان سر و سامان دهد. اما اینجا آرام نگرفت و فرار کرد. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در آلمان درخواست پناهندگی داده است. او در یک سفر رسمی با آلمان می رود و از کنار والی جدا شده و دوباره به کشور بر نمی گردد. هنوز نگفته است که چرا در اروپا پناهنده شده است اما این فرار در کشور خودش مردم را خشمگین ساخته است قدرت ما امی دولت مردای ما از کشور فرار میکنند آنها بنا در فکر نفر خود هستند هیچ وقت ملت مظلوم قشر غریب توجه ندارد بسیار به دو شرایط دشوار کادر میسازند و ای اگر این کادرها برند خارج در خارج از کشور خدمت کنند این بسیار کشور است. فرار مغزها برای یک کشور فقیر و پیکره دولت آسیب روانی کلان وارد می کند. آنچه فالان مدنی به مسابه قرار دادن حکومت در پردگاه بحران آن را تعریف می کند. وقتی که یک نفر از یک نفر میره سبا پس نمیه، همکارش میگه این رفت پس با چی او چی میخوره شیر ماست و مسکن و قیماخ میخوره میدانان خوش رو نمیخوره یا میتونه دادش فرار میگرده و گروپای های منظم سازماندشنی مافیا وجود داره که بر نفرم یا مطلوبی سیدار تو اروپا و امریکا این مافیای فرار وجود داره مافیای ماجرت وجود داره وزارت اطلاعات و فرهنگ هم آستین برزده است که این مقام حکومتی را از آلمان به کشور برمیگرداند. یک حیات امرای ولی بامیان رفته بود کې رئیس وزارت فرهنگ ولایت پاميان هم همډای شان بود او حيات به کشور عزیز ما برجشتن ولې رئیس ولایت پاميان ناماداته اوس و وزارت 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 تنها در جریان دو سال پسین کم از کم 310 هزار نفر افغانستان را ترک کرده. بیشتر به مقصد کشورهای اروپایی، دلیل هم ناامنی و بیکاری بوده است. اما درخواست پناهندگی مقامهای رسمی و بیشتر ها و نظامیان به دیگر کشورها بیشتر از همه سر و صدا برپا کرده است. در تازه ترین مورد هم نیلوفر رحمانی خلبان افغان در آمریکا درخواست پناهندگی داده و گفته است که دیگر زیر پرچم افغانستان خدمت نمی کند. در سال روان خورشیدی بیش از 160 هزار خانواده به دلیل نامنی و رویدادهای طبیعی در کشور بیجا شدند. وزارت امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید از میان این شمار بیجا شده ها بیش از 1500 تنشان جان باختند. امسال این وزارت برای جابجایی و کمک به این بیجا شده ها بیش از یک میلیارد دوانی هزینه کرده است. مرتضای پیکار مردمانی که برخی آیشان از جنگ فرار کرده و برخی دیگر را رویدادهای طبیعی بی خانمان و بیجا کرده است. حالا در اینجا وزارت مهاجرین و نیز وزیر امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی آماری از شمار دقیق این بیجا شدگان ارائه می کند. کسانی را که جنگ و رویدادهای طبیعی در سال روان خورشیدی بیجا کرده است. بر بنیاد این آمار از ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 160 هزار خانواده بیجا شدند که از این میان 108 هزارشان دوباره به محل زندگیشان برگشته اما هنوز 52 هزار خانواده دیگر بیجا و در پی سربناهند در کنار این از کل شمار بیجا شدگان بیش از 1500 تن کشته و بیش از 2500 تن دیگر نیز زخمی شدند این بیجا شدگان از ولایت های کندوز، فرا، اروزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، سرپل، پکتیا، غزنی، بغلان و بادغیز بودند. در سر جنگایی که در طول می چندین ماه گذشته خصوصا در تابستان امسال اتفاق افتیده در یازده ولایت ما در حدود یک یا میلیارد افغانی تاسیسات عامل منفی افغانستان یعنی حکومت افغانستان ما چی شده خساره رسیده برش یا به قیمت یک میلیارد افغانی را اگر ما به دلار تویز کنیم فکر میکنیم که بنر در حدود 25 میلیون دلار احتوام میکنند در کنار این بیجا شدگان داخلی وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان میگوید بیش از یک میلیون و مهاجر نیز از کشورهای ایران و پاکستان بازگشت کردند از 20 نوامبر 2016 اودت کننده از پاکستان و ایران اودت کردن مجموعا یک میلیون و نفر است که اینا اودت کردن دو طلبانه سبب داخل خاک افغانستان از مجموع 414196 مجردین است که به شکل دو طلبان به شکل تحت پوشش قرار گرفته است این شمار از شهروندان کشور در حالی با دشواری بیجا شدن روبرو شده اند که چندی پیش سازمان ملل در گزارش گفته بود که در سال 2016 شمار بیجا شدگان داخلی به گونه بی پیشینهی در افغانستان افزایش خواهد شد بیجا شدگانی که اگر به درست به آنان کمک و رسیدگی نشود ممکن برای چندین سال نتوانند از پس زیان های این جابجایی برایند هیئت بررسی قتل هشت کارگر معدن در ولایت بغلان و پیشرفتهایی دست یافته است وزارت امور داخله هرچند در مورد جزئیات این پیشرفتها چیزی نمیگوید اما تاکید میکند که عاملان این رویداد بازداشت خواهند شد برخی باشندگان پایتخت هم خانه مجازات عاملان این رویدادند محمد غازی رسول این گزارش میدهد افراد ملکی قربانی جنگ مبارزه با حراس افغانی دو روز پیش افراد مسلح ناشناس دوازده کارگر مدن را در ولایت بغلان تیرباران کردند که از این میان هشت تن آنان کشته شدند تابوت های افراد است که هیچ ربط به جنگ و مبارزه با حراس افغانی نداشتند اما هدف قرار گرفتند و راهی زندگی ابدی شدند تازه وزارت داخله حیات را برای بررسی این رویداد و چگونگی بازداشت عاملان آن گماشته است و به پیشرفت های نیز دست یافتند خوشبختانه یک سلسله پیشرفت ها در تحقیقات ما و در تیم که تحقیقاتی که وظیفه گرفته بود صورت گرفته پهلوهای مختلفی قضیه را بررسی داریم که آیایی کار دایش است و یا یک گروه تروریستی که در مساحه وقت فعالیت میکند و یا این که مشکلاتی که در استخراج معدن است همچون چیزی باعث شده که ای افراد دست به جنایت بزنند هنوز هم تحقیقات هایی نیست اما تمام پهلوها و جوانب مختلفی قضیه را بررسی میکنه نبود امنیت در راهها و بزرگ چالشی چالش است که همواره از باشندگان کشور قربانی گرفته است بان با هم آیا حکومت در تامین امنیت جانی شهروندان کمکاری کرده است پرسشی که آگاهان این گونه پاسخ میدهند انتخابات وارد است بر حال رای حل هم امینه که ما باید موظف باشیم البته مردم هم باید با نیروهای حکومت همکاری بکنه و حکومت هم باید بی توجهی نکنه جدا از این برخ باشندگان پایتخت با آنکه بر مجازات عاملان گل و لباری بر کارکنان مدن در بغلان تاکید دارند خواهان تقویت وحدت ملی و همصدایی میان باشندگان کشور نیز هستند و ما از دولت افغانستان می خواهیم که قطنی این را پیگیری بکنند وا کسایی کې ریکښته و او قبلاً کوشتاره کې شوده به هیڅ وجه قانع چی کې دلایل کې مېږه قانون کوینده نشته منګه ټول یو یوځي کې په یو یو دفتر کې منګه ټول سره کارونه او کار کوسم منګه پرزر کې هیڅ نه لرم خو باز د سکرې شته چې د خپل شخصي د ګټو په خاطر د دې خبرو ته لمنه و هي مسؤلیت ان رویداد خونین را تا هنوس هیڅ ګروه هر افغان په دوش نه گرفتہ ست اما روز پسین محمد محقق معاون دویم ریاست اجرایی این عمل را کار تکفیری ها دانست و گفت تمامی قربانیان این رویداد از قوم هزاره و شیعه مذهبند. قرارداد ساخت جاده یک کالنگ در ایسوف امروز امضا شد. وزارت فوایدامه می گوید که این جاده به درازای 176 کیلومتر و با هزینه بیش از 200 میلیون دلار ساخته خواهد شد. بانک توسعه آسیایی این پروژه را تمویل کرده است. پروژه‌ای که انتظار می‌رود به یکی از دهلیزهای اقتصادی افغانستان مبدل خواهد شد. شاید بشود گفت گامی دیگر به سوی خود بسندگی اقتصادی افغانستان امروز قرارداد ساخت جاده یک اولنگ در ای صوف میان وزارت فواید آمه و یک شرکت چینی که این پروژه را با نازلترین قیمت برنده شده امضا شد این پروژه 176 کیلومتر طول و 7 متر عرض ارز دارد. به ارزش دست کم 204.9 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود. در 3 سال و 6 ماه تکمیل می گردد. با گفته وزارت فواید عامه این پروژه در سال 2014 نیز به مزایده گذاشته شده بود. اما به علت بهای بلند شرکت های ساختمانی کار ساخت این پروژه به تعویق افتاد. اما حالا یک شرکت چینی دست کم 50 میلیون دلار ارزان تر از دیگر شرکت ها می سازد. قابل یادآوری است که نرخ شرکت برنده با نازلترین نرخ شرکت های قبلی در حدود 50 میلیون دلار کاهش را نشان می که سرفرجویی بسیار گسترده و کلانی در این قسمت صورت گرفته که یک دستاورد بسیار کلان برای وزارت فایدامه می باشد. اما کار ساخت جاده گردن دیوال که دهلیز شرق تا غرب به شمار می نیز ادامه دارد. کار دهلیز شرق به غرب یا همون سرک گردن دیوال نیز ادامه دارد بخش اول و دوم دهلیز شرق به غرب به طول 100 کیلومتر تحت کار می باشد خوشبختانه موافقتنامه نامه مالی سرک هرات چش شریف یعنی بخش غربی دهلیز شرق به غرب به طول 150 کیلومتر با کشور ایتالیا به امضا رسیده و کابینه و پارلمان افغانستان نیز آن را تصویب کرده است پروژه یکولانگ دره در از ولسوالی یک ولایت بامیان آغاز شده و تا ولسوالی در صوف ولایت سمنگان ادامه خواهد یافت این پروژه بخش مهم از دهلیز اقتصادی شمال تا جنوب است پروژه که دستکم برای 37 روستای خرد و بزرگ سهولت های حمل و نقل را فراهم خواهد کرد تا لحظات بعد تلفات سنگین دو حمله این در بغداد شرکت دولتی آریانا امسال از انتقال حاجیان نزدیک به چهار میلیون دلار مفاد به دست است. شرکت هوایی آریانا 50 میلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد تا ظرفیت هایش را ببرد تمیم شهیر هدف نشستشان رد فساد اداری در شرکت آریانا است. آنچی برخ رسانه های چاپین شرکت را متهم ساخته بودند. اما حالا مسئولان این شرکت مفاد خالصشان را برخ می کشند. در سال 1395 چهار میلیون دلار از گذر انتقال حجاج و 500 هزار دلار دیگر هم از دیگر بخش ها مفاد به دست آوردند ما در یک وضعیت خوب هستیم اگر شما می‌فهمید که وضعیت رقابت در مارکت افغانستان در سکتور هوایی بسیار زیاد شدید است ما هم رقبای داخلی داریم هم رقبای خارجی داریم و رقبا، رقبای خارجی ما کسایی هستند که سرمایه‌شان از بلیون ها دلار تجاوز می‌کنند. اما این شرکت در پلان 5 سالهش میخواهد چندین هواپیما خریداری کند چیزی که به هزینه بشتر نیاز دارد دا شرکت د دا پاره مو پنځکلن استراتیجی تجارتی پلان جوړ کړی دا چې پهغه کې همغه د دولت نه د 15 ملیون ډالرو د سرمایه‌ګزاري تقاضا کړی دا او د دې د پاره مو ډیر دقیق او فیزیکی مالي پلان جوړ کړی دا چې ایندا پنځکلونو کې به موږ د سل ملیون ډالر په حدود کې شرکت ته مفاد ورېدو شرکت دولتی آریانا 62 سال پیش از امروز ایجاد شد و اما حالا این شرکت و دیگر شرکت های خوستی کشور اجازه پرواز به کشورهای اروپایی را ندارند. نبود مسئولیت پرواز یکی از دلایل است که اتحادیه اروپا شرکت های هوانوردی کشور را در لست سیایشان قرار داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران و رئیس جمهور پیشین این کشور درگذشت رفسنجانی به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده بود و بستری بود او هنگام مرگ 82 سال سن داشت هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور ایران بود در کابل بر گردیم حکومت هنوز چشم براه تصمیم دادگاه حالی است هرچند نزدیک به دو ماه است که موضوع سلب صلاحیت هفت وزیر را به این نهاد قضایی راجع سخت است آن سو هم مجلس نمایندگان اصلا به فیصله دادگاه عالی هر که باشد اعتنایی ندارد و حتی در برابر این عمل قوه اجرایی حس می کند که حکومت استقلال این نهاد قانونگذار را زیر سال برده است حتی حالا از ابزارهای فشار بر حکومت هم کار میگیرد مثلا رد طرح بودجه ملی سال سال 1396 95 9 از این فشارها بود در حاشیه خبر امشب در پایان به دلیل طولانی شدن رویارویی در قوه در دو قوه دولت صحبت خواهیم کرد امیدوار از امیدوار هستم همچنان بینده یک باشید مهمانانم در حاشیه خبر امشب بشر احمد تعین جزو مجلس نمایندگان امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و همچنان گل احمد مدزای معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان هستند دوستان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به ما آخه میسم اجازه بدین که بحث با شما آغاز کنیم نزدیک به دو ماه است که یک بخش کنان از بدنی حکومت با هفت وزیر سلب صلاحیت شده از سوی مجلس و پیش برده میشد فکر نمی کنین کار حکومت غیر قانونی است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما جناب وکیل صاحب جناب مدرزه صاحب و مردم افغانستان چنانچه که شاهد هستین در مسئله شما شمار از وزرای کابینه افغانستان اختلاف دیدگاه میان حکومت و قوه قانونگذاری پیش آمد با وجود ازی که ما احترام داریم به آرای نمایندگان مردم افغانستان بالاخره بس روی امو چگونگی استفاده از استفاده از ماده 92 قانون اساسی افغانستان اختلاف دیدگار میان یعنی دو قوی دولت جمهوری اسلام افغانستان به وجود آورد رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن که مسئله را محول کنه به دادگاه عالی تا اینکه دادگاه عالی با توجه به قانون اساسی افغانستان در این مورد مشوره و تفسیرش از ماده 92 قانون اساسی افغانستان به حکومت روان کنه و در روشنایی از او تفسیر و مشوره تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود اما هنوز فیصله نرسیده دادگاه عالی چگونه یک نهادی است که نزدیک به دو ماست که در مورد یک مسئله عادی که آن هم ماده 92 قانون اساسی است نمیتونه تفسیر خود را ارائه کنه و حکومت هنوز هم منتظر است ما بارها از طریق رسانه ها از دادگاه عالی خواهش کردیم تقاضا کردیم که هر چه زودتر در این مورد تصمیم به حکومت روان کنه امیدوار هستیم یک بار دیگه از تلویزیون شما از دادگاه عالی می که اونا هر زودتر اما مشوره و تفسیرشانه به حکومت روان کنه هر اون چی که دادگاه عالی در واقع تصمیم بگیره حکومت از او پیروی میکنه و او قابل قبول است و حالا شما خیلی زیاد وابسته هستین به تصمیم دادگاه عالی اگر دادگاه عالی همچنان تاخیر بیندازه در کار فیصله خود انوزم شما منتظر میمونین و هفت وزیری که سلب صلاحیت شده باید کارشان رو ادامه بدن انتظار ما از دادگاه عالی این است که هر چه زودتر در این مساله غور و بررسی کنن این مسئله را و به تفسیر و مشوره شه به حکومت روان کنن بسیار تشکر آقای تیانج ظاهرا حکومت تا این دم به فیصله مجلس اعتنای نکرده زمانی که چونین ایتنایی بعد مجلس نمایندگان نمیشه شما به شما چه حس دست میته فکر میکنین که کار شما بگونه است که اصلا تاثیر نداره بالای حکومت و شما را در یک نوع تقابل با حکومت یا قوی اجرایی قرار میده بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما خدمت میسم صاحب خدمت مدرسه صاحب و همکارا و مجموعه بینندگان عزیز که ما را در داخل خارج افغانستان میبینن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در قدم اول ما شهادت معدنچیان در بغلانہ کی متاسفانه افراد بیگنا از سوی گروپای مسلح مخالف نظام مخالف انسانیت ماروضه عمله قرار گرفتند ما شهادت رسیدن تسلیات خدا به خانواده و ملت افغانستان عرض میکنم ببینین متاسفانه در افغانستان نمتور کی دیموکراسي را فشارش را سرمې ته يم یا در کول تفکیک قوا اس ولی در عمل هیڅ قوا خصوصا حکومت افغانستان بر فیصله ولسیجرګه افغانستان کې اګرکنی اساسي دولت است د افغانانو در کول شورای ملي اوقدر قدر ارج نمیگذاره یا حداقل اوقدر یعنی فرمانبردار بردار فیصله های اولیسی جرگه نیست قانون اساسی افغانستان اما که صلاحیت های رئیس جمهور مشخص کرده یا صلاحیت های دادگاهی عالی یا ستر محکمه یا قوه قضاییه را مشخص کرده یک سری صلاحیت ها را به ولیسی جرگه افغانستان و به شورای ملی و خاصتا صلاحیت های ویژه که سلب صلاحیت وزیر است یا استیزای وزیر یا رای اعتماد بر وزیر است جرګه افغانستان سپرده خب دایم شکه نشته کولی سي جرګه افغانستان متسفانه از اني فضا سياسي داسپازيريای خدا داره و زد وبند هاي داخله نظام افغانستان ام تاثير پازيريای خود راره را زمان تساميم ولسیجرګه قومي يا مثلا بناوي در مخالفت يك وزير يا موضوعات هم بوده يرم پيसाब ما اب د د چکه دا نه میتونم یعنی ارځ کوم خدمت شما کې انکار карда نه میتونم ولی در کل د شروع حکومت جدید کې دو دور پارلمان یعنی پارلمان د دور 15 او د دور 16 د دور 16م مشه تقریبا از 5 سال هم نسبته مشکلاته کې بو سپری شو دا یعنی په سال 6م مشه همیشه حکومت با ولسی جرګه در یک تخاصم قرار داشت به این معنا که زمانی که ولیسی بر استیزای وکیل وزارا تصمیم گرفت به اساس قطیه سال 94 بود که او قطیه از طرف اداره عالی تفتیش که جزی از حکومت افغانستان است به ولیسی جرگه آمد ولیسی مطابق پروسه جرش در کمیشن های پانزگانه را بس کردن اوجه ثابت شد که تعداد زیادی وزارت خانه ها حتی 100 درصد هیچ کدامشان نتونسته 90 درصد 80 درصد خو نتونستن باز این معیار 70 درصدی را گرفتن که ایجا هم با با عدم تطبیق بودجه هم دلایل متعدد خود را داره که می خود وزرا خود حکومت افغانستان باید اولیسی جرگ افغانستان را در روشنی عدم تطبیق بودجه قرار میدادن مثلا موضوعات امنیتی است موضوعاتی است که از ارز کنم خدمت شما فساد است مثلا یک وزیر در ک пروژه قبلا ز مز خطاب ر موضوع بن فاد مشهود ت قرارداد رفته ن کیفیت د кارش با بب نرمها ستنددهо برابر وزر متوقف ل بیتالمال ا ب ب ش ار منه ب بدجه مل ا د واقع و بیتالمال ج برباد منه پروجر متوقف مزوزه ای بایساب به سارنوالی معرف میشه یا پروسجرهای دیگر و زمانگیر میشه ارز می بود که جمله آخری اون بودجه وزارت تطبیق نمیشه این دلایل باید به با اولیسی جرگ شریک میشد متاسفانه بعد از اینکه سه وزیر سلب سلاحیت شدند یک دم ریاست جمهوری تصمیم گرفت که دیگه وزارها را به اولیسی جرگ روان نکنه در حالی که اولیسی مطابق آجندا و کمیته رواس آجندای خود را مشخص کرده بود و قضیه به شکلی که مردم و سوند اجر یان اس پیش رفت او ما امروز یو اکداد وزیر صاحبوا علاوه کی در غیابم بده باشه کار کردن با یا مثلا اونمو خلاهای کی روزای اول احتمالاً ولسی جرګه در موارد وزرا گرفت او متوجو خلاها شدن باز در موارد وزرای دیگه هایشان متفاوت بود منصفانه بود بسیار تشکر آقای مدرزه شما از یک نهاد اینجا نمایندگی میکنید که بیشتر در مورد قانون میفهمند یا بگوییم که باز قانون سر کار داره حالا حکومت چرا تصمیم گرفت که بحث استیزای وزیرا را که هفت تنشان سلب صلاحیت شد و بحث تفسیر ماده 92 را واگذار کنه به دادگاه عالی آیا فکر میکنید دادگاه عالی یک مرجع خوب بوده و یا میتونست که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک آدرس خوب میتونست باشه بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما و میمانان عزیز و با بیننده های عزیز تلویزیون خدمت عرض کنم که اولا ماده 92 قانون اساسی در ارتباط با صلاحیت اختصاصی ولسیجرګه در موردی استیزا وزرا و اصل به صلاحیت ازوا چونان صراحت داره که هیچ گونه ضرورت به تفسیر نداره به دلیلی ازی که یک از صلاحیتای اختصاصی ولسیجرګه همیشکه بالای حکومت نظارت وکونه و आम्ही یک وسیله ائمال نهوظ ولسیجرګه بالای حکومت اس که قانوني اساسی را به आम्ही منزور در نظر گرفته ویلا در غیر ازو بس ائمال نهوزی ولسی جرګه بالای قوه اجرایا مطرح شده نمیتنه امو نظارت را که باید جنبه اجرایی و ضمانت اجرایی پیدا وکنن بسیار دشوار است به این اساس هر ان چی تصمیم کی ولسی جرګه گرفته فقط به یک شرط و او شرط چیست که به اس یک اصل در ماده 92 گون جانیده شده که سلب اعتماد وزرا با اکثریت کلي اعزا وي ولسي جرګه صورت ميغيره در صورتي كه بري يک وزير در مجلس ولسي جرګه با اکثریت كلي اعزا راي سالب اعتماد اجرا شوه ديگر هیڅ دليل وجود نداره كه حکومت يره نافذيره واگر نميپذيره معناي شيست كه به قانون اطاعت نه мекуна هر چي دليل بگويان كه ي جامدلايل مواجه خاص يا حرف ديغري هست ازلي ازي حقوقي فقط اصل بر اکثریت کل اعزاز سایر دلایل مثلی کی مواجهه مواجبه لیکیس مواجبه ول سیجره است بریځي کی اگر در افغانستان 3 میلیون نفوس زندګی میکنه از یک موضوع 3 میلیون توجیه وجود داره توجیه کی در او جامعه ده محاول میشه په ازای ول سیجره کی اوات چګونه توجیه میکنن چون رائے ادم اعتماد را و استعمال میکنه بری خود وزیر بری ماعیشو ما یا بری رئیس جمهور یا بری رئیس اجرایا باه څه توجیه ماته نهست چې یا توجیه وکنن یا بستر را ماحکمه راځي نهست چې توجیه ستره ماحکمه چیز از یز حقوقی توجیه به کسی راځي میشه کې او رائے خوده استعمال میکنه بنان وخت کې وکیل رائے ادم اعتماد استعمال کات معنی چیز کې دلیل برش موجه بوده اگر موجه نبوده چرابه ادم اعتماد رائے داده په ای اساس راجې کاردن ایمو وزوبه ستره محكمه خلاف قانوني اساسيس په دليله چې هرغه فیصله هاي شورا را ستره محكمه قضاوت وکنه باز استقلال قواي قضائيه نيشي خو فردا قواي موقننه حق در اخر فیصله دادګر را وګوي يا فیصله محكمه وګوي چې خیر ما مبينيم چې شما قانون لرياعت کوئ يعني په اي دليل وختي چې قانوني اساسي خطوتې استقلال بین سی قوا ترسیم کرده او به هر قوا همو وظیفه را که سپوردا و اوره در چوکات قانون با استقلال باید اجرا بکنه معنی شيس کی فیصله های ولسی جرګه یا هر دو مجلس شورای ملی قابل ارجاع به شورای عالی استر محکمه یا استر, استر محکمه نیستن مگر کی صراحتن قانونا نقض کرده بشه در حالی که د این موارد هیچ دلیلی وجود نداره که ما بگویم ولی سی جرگه قانون نقص کرده خب چرا صلاحیت اختصاصی هست با اکثریت کل اعضا رای اعتماد خود را پس گرفتن پس کجا از غیر قانونی هست آقای من از زی پس حالا که حکومت این مسئله را واگذار کرده به دادگاه عالی حرف کلانی است که چرا دادگاه عالی سکوت کرده نزدیک به دو ماه هم فیصله خود را متفسیر خود هنوز به حکومت نفرستاده خب ما خ از لحاظ ازی که در به ادرس سترامحکمه چیزه بگوم نمائندگي از دعا نمیکنم اما انچه از مطبوعات شنیدهم انقدر شاد موثقم نباشه بزا فته میشه که هنوز حکومت رسما از استرامحکمه تقاضا تفسیری مادهره نکرد یک و ار ای حرف باشه خ یک دلیل است. و دلیل دوم ا که شاید سترامحکمه لازم نمیبینه ک در همو موارد خودا زی داخل بساسه البته حکومت به ګونی رسمي درخواست کړی دا نماینده حکومت را ما انځو دریم په دغه سره محكمة او به حکومت تعلق داره چې آیا یا حکومت رسمان درخواست کرده یعنی یک دووم دلیل استر محكمة چیست کې چې نه به اصطلاح جواب ملتوی گذاشتن باید خیر یک جواب بریش ارائه میکردن یی دیگه به استر محكمة تعلق داره کې چی جواب را به درخواستی حکومت ارائه میکنن اما از لحاظ قانونی اساسی جای نداره که ستره محکمه مکلف باشه که به با هر خواستی حکومت در هم موارد به اصطلاح جواب ارائه بکنن بسیار زیاد تشکر هاش خبر پس از وقفه بسیار زیاد کوتاه دنبال خواهیم کرد با سلام دوباره بینده هاشه خبر از یک هستید آقای میسم اگر رای دادگاه عالی همسو با رای مجلس نمایندگان بود او زمان باز حکومت چه عکس العمل میتونه نشون بده خدمت شما عرض کردم که بس استیزا و استجواب وزرا از جانب نمایندگان محترم مردم افغانستان در قانون اساسی صراحت داره به و هیچ شک شبهه وجود نداره اما در بند دوم قان... ماده 92 قانون اساسی افغانستان آمده که در صورت وکلای محترم رای عدم اعتمادشان شانده استعمال میکنه باید سریح باشه مستقیم باشه و بر اساس دلایل موجه باشه که بحث مستقیم بودن یک معنایش معنای حضوری هست که وکلای محترم یک تعدادی از حضورهایی که حضور به هم نرساندن و توضیحات را نکردن که بر اساس توضیحات و گفت و تصمیم صورت می گرفت. اما از تصمیم قبل فرستاده به مجلس رماند. بر اساس با بدون از, از توضیحات لازم اینا بشنون از وز وزیر محترم اینا از وزرای محترم تصمیم گیری گرفت صورت گرفته اما موقف فعلی حکومتی است آنچه که دادگاه عالی با توجه به قانونی اساسی افغانستان مشوره بده او مشوره جانب حکومت قابل قبول است زمانی که اگر گیریم چون این شوه که تصمیم دادگاه عالی و یا تفسیرش بگونی بود که رای مجلس پذیرفت آیا حکومت در حال حاضر فهرست از هفت وزیر داره که به عنوان نامزد به مجلس بفرسته و بتونه ای ها رو دوباره پر کنه قوه قضایه به عنوان یک رکنی از نظام سیاسی افغانستان از استقلال و صلاحیت لازم برخوردار است ما خدمت شما عرض و منا در صورت فیصله کنه و تایید کنه تصمیم وکلای محترمه از جانب حکومت قابل قبول است و بدون شک ما در شرایط قحط و رجال به سر نمی رهبران حکومت مکلف هستن که مشوره کنند رایزنی کنند و اشخاص متحد متخصص و آدمایی که بتوانند اداره مهم وزارت مهم پیش ببره به وزارت های مربوطه معرفی میکنن اما دیده شده که در برخی موارد ای روند خیلی زیاد طولانی بوده ما حداقل در بحث وزیر دفاع این مسئله را داشتیم که ماها انتظار کشید مردم افغانستان تا یک کسی برای پست وزارت دفاع معرفی شود و سران یا رهبران حکومت وحدت ملی کنار نمی آمدن با این مسئله خب طبعا گفتگو هست در حکومت مذاکره هست چانزنی هست رایزنی هست برای که یک فرد په وړو شرایط متحد او متخصص به توګه به مو پوسټ مربوطه پیدا کنه اما په داسورته کې چې ستر محكمه تصميم قوی قانونګزاري را تایید کنه او از جانب حکومت اول قابل قبول است بعد ازو پیرامونی افراد واجد شرایط به رهبران حکومت رایزنی و گفتگو میکنند بسیار تشکر آقای تاینج اگر دادگاه عالی و تفسیرش در پیوند به ماده 92 قانون اساسی به سود حکومت تمام شد آیا مجلس ماینگان از تصمیم خود از فیصله که در پیوند به هفت وزیر داشتند میگذرن اخب نشینی میکنن آنچه که مددزای سوی گفتند راجی کردن فیصله یک قوه به قوای دیگه الا خلاف قانون اساس است و زیرسوال بردن استقلالت صلاحت قوا دگه ت مثا ولسیجرгه افغانستان به اساس مادهها و بندهای سریع و روشن قانون اساسی صلاحتها خودرا اعمال میکنه و زمان لاحته از طرف حکومت пذیرفته نمیشه و از تبیق سرباز زده میه و راجع م قوا ده بنظرم توجهپذیری خود را نداره قواи قذاه افغانستان مرج تفسیر قانون ااس نیست قانون اس مرجه تفسیرر در خود قانون ااس پیشبینی کره کمیون تفسیر با بو باش ک مواد مثا مبهم ا گونج اس شبه دیدم ک гفته د ک در حدود ب ماده مبه گونг ا تمامز لات قوا ذاه نیت ک هرز بشینه قانون ااسرا بر ما تفسیر уن ا از اونا مشخص اس قذاوت است مو کماس او قزایي دعوي حقوقي موضوعات را تعقيب مكنند كه بس از وجوداس در واقع صلاحيت هاي ايجا بس صلاحيت قوه قضائيه نيست ارز مياس كه ولوسي جرگیا افغانستان بر فعل نمو فيصلي خود را كه عافت وزير سال به صلاحيت شو وره قانوني او اصولي ميدانه امروز و وزيرا نه به عنوان وزير و نام به عنوان سرپرست مشناسه درالحي کې به اون اومره مو راي مورد اعتماد را گرفتنه تاسو او کې چه مشكلات بود و چي گونه اي پروسه عملي شد اي بس جدا است ولي ول سيجرګي افغانستان به اساس گزارش قطعی حکومت در مورد وزیر تصمیم خود گرفت او که وزیر نمی آیا. مثلا در اولیسی جرگ افغانستان حضور پیدا نمیکنه در کل یک قوار یعنی با چالش می یک فرد یا مثلا یک وزیر یا نهاد به نام وزارت مثلا شما مطابق قانون اساسی و آجاندای مجلس امروز قرار است یک کار را بگیرین یک فرد نمی آید هر عنوانی که باشه اترام نمیگذاره با فایصلی ولی سیزل مریض سفر داره یعنی اولویت پیش از او تصمیم خانی ملت نیست خانی ملت با اساس ولی افغانستان مظهر اراده مردم افغانستان در کل نامدن وزیر در واقع به اترامی بر در کل سی میلیون نفوس افغانستان است ما میپذیریم که مشکلات زیادی در ولی افغانستان وجود داره یرا یعنی هیچ کسی منکر شده نمیتونه من اما که در حکومت افغانستان در قضای افغانستان در سره اولی افغانستان در نهادای عدلی او قضایی او امنیتی افغانستان مشکل وجود داره در ولوسی جرګه هم مشکلات وجود داره ما ف اج کوم کی رئیس جمهور یک مختار اجلانه و عکس عملی تصمیم گرفتند به این معنی به مجردی که سه وزیر رد سلاشد اجل رئیس جمهور د یک اطلاعيه یا بیانیه رسمی گفتند کی دیگه وزاره نره ولوسی جرګه ولوسی جرګه افغانستان تصمیم خود را گرفتیم گرفت. روز وزیر مالیه پس رای گرفت حالی موخف رئیس جمهور جمهوری د موارد وزیر مالیه چې درولې کې گفته ود چې وزیر نه را ولی ولوسیجرګه افغانستان په اساس قانون اساسی فیصله خو ته تطبیق کوي یا مثلا وزیر زراعت او کذا مثلا وزارت دیګره کې از ولوسیجرګه افغانستان رای گرفتہ په نظر ماجه متاسفانه قانون اساسی و سایر به حساب طرز عمل ها و سایر به حساب میثاق و عرض کنم خدمت شما که امون نرم ها زمانی که به فایده ما نیست زمانی که مطابق دیدگاه ما نمیشه ما باز از پیش از یک چیز دیگه جور میکنیم راجی تنجی دیدگاه دیگه هم وجود داره است که مجلس نمایندگان طرح بودجه ملی سال 1396 رد کرد و یک گمانه‌زنی است که میخوای که انس هم در برابر قوی اجرایی که حکومت استادگی کنه می‌خواید فشار بیارین؟ یقین اول خب این معمول است در طول نمی 11 سالی کولیسی جرگه است هیچ باری در یک مرحله بودیجی ملي افغانستان رای اعتماد مجلس را مجلسین راته زمشران جرګه ولې چې جرګه گرفتنه تاس به دلیل تناقضات او مشکلاتي کې ده خو سالمانی شروع شوده خو سالمانی شروع شوده متأسفانه چې هميشه حکومت افغانستان در یک وضعیت هم تو کې فضا په فشار بوده واشه بالاولی چې جرګه افغانستان ای بودیجره به داخله مجلس میاره ببینین اول په د رخصتي په زمستونی ولې سي جګاز یعنی مو باه امروز 10 ورځ فاصله دريم سبا 20 د 10 ورځ با فکر میکنین کی بودیجه تصویب شوه د جاري نه اول یک بار رد شوه ما فکر کوم کی باز نه شي چن و خپله تناقضات داره توقعات بسیار زیات است مردم د مناطق مشکل داره وکیل با اساس او فشارای مردم میبیني کی مثلا د فلاني قریه کی کی مثلا وکیل د آسی د ولایت سارک شوه مکتب شوه کلینیک شوه و چی نیست دولت افغانستان میگه ما کسر بودجه داشتیم یا مثلا دونر به ما پول نمیده خود از این زمانگیر از بس کرد و بر علاوه از این حرمت نگذاشتن یا زد کردن با ولسی جرگه افغانستان هم یک مختار وکیلا را انگیزه که زمانی نمیتر. که دولت افغانستان به اف... حکومت افغانستان با فیصله ما ارز نمیگذاره ما هم لازم است که باید با فیصله یا در واقع پیشنهاد بودجه هم طرح ملی بودجه باید ما داشته باشیم تشکر زای رای رای حل قانونی میتونه وجود داشته باشه در پیوند بازی مسئله فکر میکنین راه حل وجود داره در پیوند بازی مسئله و این طرف کسایی که باید قانون مراعات کنن اینا اصلا قانون مراعات نمیکنن یقینا رای حل خود قانونی اساسی پیش بینی کرده ما پیشتر هم اشاره کردم در صورتي کې ولسي جرګه يا هر مجلس سياس شوراي ملي به حکم قانوني اساسي تصميم ميگیره حکومت مکلفه است ورته اطاعت کړي و کس کې اطاعت نکنه مثلا حکومت زړه د قانون څخه مشکل امیز کې فرهنګ آدم اطاعت يا سرکشي به اس یک یک فرهنګ فزیرفته شده هست په دلیل ازیکو شما مبینین نه تنه ها امي حکومت کې تحت عنوان وحدت ملي بیرونه قانوني اساسي شکل گرفته قبل زو ته دو دورې کې محترم همدی کرزای جمهوریت افغانانستان بودان ان شما هم وره میدیدین که په قانوني اساسي افغانانستان امو احترامې کې باید صورت وګیر نه میګرفت در ان مواردې کې باید رعایت شو و رعایت نه شود مثلا شما وینین در سال 1382 قانوني اساسي افغانانستان تسویب شود صالح سيزه دا حالت د سیبر ریاست جمهوری و ولسی جرګه او شوراҳои ولایتي مې ټول انتخابات باید یک جامع شه یعنی هیڅ مشکل نه بود بریازي کې وخت ما بر ریاست جمهوری انتخابات мекуنیم در تمام جغرافیای افغانستان صندوق میماني بري رائے دادن مردم خامس صندوق کي بري رایدانل مرئ جمهور مندهود امو کمیسونه مو مسولین میتنه در پالو یم صندوق یک صندوق به ولسیجرګه یاکه په شوراوی ولایتی که په شوراوی ولسوالي بمانه که هیڅ مشکل از لحاظی تخنیکی یعنی نبود ولی قصدا نه خواستان انه قصدا نه خواستان کی مشورهای ولسوالي داشته باشیم چرته به دلیل از کی اگر مشورهای ولسوالي داشته باشیم ترکیب لویجرګه قانوني اساسي تکمیل میشه و رئیس جمهور کی فعلا خود امو امو کسای کی در سال 13 ا 82 د اصطلاحه موږ قانوني اساسي را تصویب کردان اونمو اونمو او اونموجه اونمو الفاظي قانوني سال 1341 کې دروجه یک ماده ای بود کې پادشاه واجب الاحترام او غیر مسئول است در ماده 69 قانوني اساسي موجود اميره از جمهور را به یک نحوه صراحت نا گفتن که واجب الاحترام و غیر مسئول است اما فروسیجر محاکمه ایشا توری اوردان که در حقیقت واجب الاحترام و غیر مسئول باشه علاوه او رئیس جمهور وقت بس به این هم قناعت نکد که او فروسیجر مشکلی که در ماده 69 قانون اساسی برای محاکمه رئیس جمهور است به عم قناعت نکد خود لویجرگرم باي سي یک رکن مهم دولت ناقص گذشت چون انتخابات بر شورا او لسوالی ناکدان وختي كه به شورا او لسوالی انتخابات نشه پس رواسيش از كجا شوه كه بلوي جرګه شركت بكونه و در موارد كه رئيس جمهور يا كاساي كه به اصطلاح از قانوني اساسي سركشي ميكنن و محاكمه ايش بلوي جرګه تعلق دره ونه كي محاكمه كنه در ايخت يعني چيزه كه به يخ بنويسي آخای مدازه شما چی پیشنهاد میکنین به دادگاه عالی که به خاطر حلی چالش باید به با کدام یکی از طرف هایی که هر دو قوه با هم اینجا افتیدن به کدامش رای ما برای استرا محکمه سفارش با دلیل از این نداریم که ارجا کردن به استرا محکمه یعنی مبنای قانونی نداره حالا حالا در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته حکومت افغانستان دولت افغانستان آه... چی کار کنه باید؟ بهترین راه مې دی چې حکومت ته اتکانه در غیری ازو در غیری ازو ببينين اگر ما به عنوان به اصطلاح مصلحين بخایم چې خوب مصلحت چیست ببينين هرګه شما مصلحت را جنشين قانون سختين خاصين کې اكملات را توابه سازين چون نمایهنده های مردمه کې جمع میشن قانوني اساسي میسازن معناي کې مصلحت ا مې تمامه جغرافيہ او مردم افغانستان سنجیدغ پرش قانون میسازن پس ما کیستیم ک مصلحت به لاتر ازو مصلحت قانوني اساسي داشته باشیم وقته ک 1500 نفر نماینده یک کشور میشینند به عنوان قانون اساسی و صحی ملی میسازن خویا خو خیالی نمیسازن

کاسایه کې به قانون اطاعت نه کونه خوده به قانون ایار بسات نه وی لا در غیر یاسو ما صراحه میګم به رئیس جمهور در یک مجلس گفتیم که اگر به قانون اطاعت نکردین کس دیګی هم پیدا میشه که از زور کار بیگیره واس شما اطاعت نکنه مسئله را به چی حل میکنین به زور با زور خو حل نمیشه منم. و اگر بازور در افغانستان مشکلات حل میشد ما جامعه بودیم که سی سال چل سال زور ازمایی کردیم هنوز هم در امون نقطه سفری هستیم که هستیم تشکر زیاد اجازه بودین اخوای مایس هم به دیدگویتان بشنیم که از بود و خوخی هم هم قسم که آقای میگم میگه میگه اصلا رای دادگاه آلی جایی تحصیل گذار نیست حکومت باید اطاعت کنه از مجلس به خاطر رفع از چالش آزر استین که از رای مجلس اطاعت کنین نه که چشم انتظار دادگاه عالی باشین بدون خواد در ساختار دولت افغانستان حق تفسیر قوانین را داره به ستر محکم است و دوم هم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بنابر این محدود... اختلاف دیدگاه مشخص شده که اختلاف دیدگاه که دید میان دو قوه به با وجود آمده بهترین دا دیدگاه حکومتی است که ستر محکمه به عنوان یک رکن سوم نظام در این مورد اونا مشوره بده تا یک رای حل و رای حلی که بتونه در واقع موجه باشه و منطقی باشه پیدا شود در گذشته مجلس حس میکنه که شما صلابت مجلس زیر استقلالش و چه زیر سوال بردین در گذشته هم چون این مسائل پیش آمده در حکومت گذشته اختلاف دیدگاه میاری حکومت و پارلمان افغانستان پیش آمده و دادگاه عالی در اون مورد و به هر دو جنا در واقع در روشنایی مشهوری دادگاه عالی که تصمیم گرفته شده که البته مشهوری دادگاه عالی بدون شک مبتنی بر قوانین هست این فعلا هم بهترین راز دادگاه حکومت این است که اختلاف دادگاه پیش آمده و ایراب سر محکمه و مشهوری در پرتای قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذی کشور را کنه تا در روشنایی از او تصمیم گرفته شود تشکر زیاد آقای تنج فقط یک دقیقه وقت داریم بهترین راه حل از دید شما به عنوان عضو مجلس چی است که به این مسئله پایان داده شود خب یقینا طوری که به انسیس گفته قانون اساسی مشخص کرد ما باید قانون اساسی را میار... میار یا ملاک عمل خود قرار بتیم و از پیروی بکنیم راجی کردن آ... فیصله یع قوه به قوای دیگه توجیه پذیر نیست ای به ایمانه ای که مثلا شاگرد بشینه دموورد استاد خود قضاوت قضا قضا کنه به ایمانه ای ما به کله نیمه از شورای رائے داديم از ولسی چېرګه مشروعیت شو از ولسی چېرګه بنابرینا و رئیس حکومت رئیس دولت هم آقای اشرف غنی هم ځای است مثال یعنی تصمیم گیری از اونای چگای در واقع بدون تأثیر شده نمیداره ازو خاطر قانون اساسی گفته کی وظیفه خانگی حکومت است که باید لوجرگر اسباب شه برابر بکنه باید کمیسیون تفسیر قانون اساسی را درست بکنه ما دوچار چنین مشکلات نباشیم بنابراین آل امروز ما فکر کنم وضعیت را که درک میکنم او قدر هم دولت افغانستان با رفتن این قدر وزیر افتا وزیر خفه هم نیست افتاد تای دیگر در لیست هستن که زودتر وزیر شون و رئیس اجرایی و رئیس جمهور خیلی خوش میشه یا افتا را پس کنه یک افتای دیگه را بیاره و افت جنای دیگر خوش بسوازه. بنابراین ما فکر کنم که این چالش یا مشکل جدی بر افغانستان خاصتا با لوسی و حکومت افغانستان نخواهد داشت به شهمد تایه انجوز مجلس ماینگان امید مئیس هم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و گل احمد مدزای معاون اتحاده خودانان افغانستان از حضورتان در این بس خیلی جا سپاس کسار همچنان ممنون از شما بینده های یک تا این دن با ما بودید خدا نگهدار.